یکی از بهترین کتاب هایی که من در سال 1401 خوندم کتاب سقراط اکسپرسه، نوشته اریک واینر با ترجمه خانم شادی نیک رفعت و از انتشارات نشر گمان. 4 تا امتیاز من در این کتاب میبینم و امیدوارم این امتیازها باعث بشه که سروران دوستان این کتاب رو بخونن. خب اولا کتاب درباره 14 تا فیلسوفه که به نظر نویسنده نه فقط فیلسوف بودند بلکه حکیم هم بودند و بنابراین فقط نمیتونیم بگیم که فیلسوف آکادمیک هستند، بلکه به نظر او علاوه بر این که فیلسوفند حکیمند. مثال بزنم، کانت یکی از بزرگترین فیلسوفان تاریخه، ولی شما در این کتاب مطلقا سخنی از کانت نمی‌بینید، با اینکه یکی از بزرگترین فیلسوفان تاریخه. چرا؟ چون واینر در این کتاب به حکمت فیلسوفان می‌پردازه، یعنی می‌پردازد به اینکه ببینیم از فلان فیلسوف برای زندگی عملی و محسوس و ملموس ما، برای زندگی که در طول عمرمون داریم میکنیم، چه چیزی برای گفتن داره. و چون لااقل به زعم او در کانت چیزی از این سنخ پیدا نمیشده، علارغم عظمت کانت به عنوان یک فیلسوف و یک متفکر، چیزی در این کتاب از کانت نیامده. بنابراین در واقع باید گفت این کتاب خودش رو مصروف آراء فیلسوفانی کرده که برای زندگی عملی هم فارغ از نظر پردازی های انتزاعی چیزی برای گفتن دارن. خب در این در واقع سمت و سو، ایشون از مارکوس اورلیوس فیلسوف بزرگ رواقی، از سقراط، از روسو، از ثورو، دیوید ثورو، از شوپنهاور، از اپیکور فیلسوف لذتگرای سنجیده، از سیمون وی، از گاندی، کنفوسیوس، سیشوناگون نویسنده ژاپنی قرون وسطایی، نیچه، اپیکتتوس، سیمون دو بوار و مونتن. از این 14 تا اسم برده و 14 تا فصل اختصاص داده به این 14 تا فیلسوف حکیم. علاوه بر این هر کدام از این فیلسوفان حکیم رو هم یک حکمتشون رو خیلی مورد توجه قرار داده و به نظرش اومده که اون فیلسوف نکته اصلی حکمتش اون نکته است. مثلا فرض در برای سیمون وی میگه سیمون وی آنچه به ما آموخت توجهه، توجه کردن، کیفیت توجه به امور، این گویا شاه بیت حکمت سیمون وی که زندگی مجموعه چیزهایی است که تو به آنها توجه میکنی. زندگی هر کسی حاصل جمع همه چیزهایی است که به آنها توجه کرده. یعنی اگه من الان در این اتاق نشستم و فقط دارم فرض کنیم که به آقای فرزانه توجه میکنم، این 1 ساعت 2 ساعت زندگی من فقط آقای فرزانه، بقیه چیزا که در اطراف من بودن که مورد توجه من نبودن و بنابراین اینا دیگه زندگی من رو نمیسازن. اینه که مثلا فرضون در باب سیمون وی اومده این نکته توجهش رو دیده. مثلا در باب مونتن چگونه مردن محل توجهشه. گویا مهمترین حکمتی که میشه از مونتن آموخت اینه که
چگونه بمیری، چگونه مردنم مثل چگونه زیستم قابل یادگیریه. این اصل این کتاب. اما چهار تا امتیازی که میگفتم این کتاب داره اینه. نکته اول اینه که نویسنده نیامده به صورت خشک و بیروحی آرای یک حکیم و فیلسوف رو در باب یک امر کنار هم بگذاره. این رو به بهترین صورت دراماتیک کرده. وقتی میخواد بگه که مونتین در باب چگونه مردن سخن میگه، نمیاد آرای مونتین رو ردیف کنه کنار هم بگذاره درباره چگونه مردن، میاد به صورت نمایشی و دراماتیک آهسته آهسته ذهن خواننده رو میبره به طرف این که راستی اینم مهمه ها که ما چگونه بمیریم، یا در مورد سیمون وی مثلا چگونه توجه کنیم. این روایت دراماتیکش خیلی جذابه، یعنی کتاب رو از هر گونه خشکی بیرون میاره و کتاب رو جذاب میکنه، مثل یه رمان میکشه آدم رو به طرف مطلب. این ویژگی اولش. ویژگی دوم طنز و طیبتی است که نویسنده در کار میبره. نویسنده در همه کتابهاش، در هر چهار تا کتابی که من ازش دیدم، بیش از هر چیزی توجهش به اینه که نوشتش از طنز خالی نباشه و این طنزی که به کار میزنه هم گاهی منفعت داره و هم همیشه لذت. همیشه لذت داره که معلومه، طنز همیشه لذت بخشه، اما گاهی هم منفعت داره. یعنی گاهی هم وقتی میخواد نقدی به فیلسوفی بکنه، جز با اون عبارت طنزآمیز اون نقدش به دل نمیشینه. وقتی با عبارت طنزآمیز میگه که جناب آقای شوپنهاور، پروفسور شوپنهاور، اینو چی میگی تو؟ یعنی یه نقدی میکنه اما در قالب طنز میگه. اگر میگفت که دو نقد به شوپنهاور وارد است، اونقدر به دل نمی نشستی بگه جناب پروفسور شوپنهاور، استاد عزیز من، آخه اینو پس چی میگی در بابش؟ اینه که هم همیشه لذت بخشه و هم گاهی منفعت بخشه. این طنز به نظر من خیلی در آثار وینر مهم، در هر چهار تا اثری که من ازش دیدم و همه آثارش هم خواندنیه، منتها این یکیش به زبان فارسی ترجمه شد. نکته سومی که در این کتاب وجود داره اینه که نویسنده آزادی خودش رو در برابر اون متفکر حفظ کرد. با اینکه خیلی شیفته این 14 تا متفکره، ولی کاملا آزادی خودش رو حفظ کرد. هیچ وقت نشده که کوتاه بیاد در برابر یک حکیمی. اگر نقدی به نظرش میاد، حتما نقد رو هم بیان میکنه و ما را نمیگذاره که مرید یک حکیم بشیم، نمیذاره شیفته و عاشق سینه چاک یک حکیم بشیم. و این واقعا به نظر من جوهره فلسفه ورزیه. جوهره فلسفه ورزی خوداندیشیه، استقلال رأیه، نه اینکه من منقاد یک فیلسوف یا حکیم بشم. اینه که تقریبا هیچ کدوم از این 14 تا فصل نیست الا اینکه یکی دو تا نکته نقدآمیز درش ایشون بیان. و اما نکته چهارم اینه که این کتاب رو وقتی شما میخونید، شاید برای اولین بار در عمرتون، اگر انستون با فلسفه قبلا کم بوده، پی میبرید که چقدر فلسفه برای خود زندگی سخن برای گفتن داره. فلسفه یک سلسله امور انتزاعی نیست که هیچ ربطی به زندگی نداشته باشه. ببینید چقدر فیلسوفان بزرگ به خود زندگی توجه داشتن و اینجور نیست که ما گمان میکنیم بی نیاز از فلسفه ایم، یا گمان میکنیم ما بدون فلسفه داریم زندگی میکنیم. توجه میکنیم؟ نه، ما بدون فلسفه، به تعبیر سهراب سپهری، ما بدون فلسفه هم نه آب میخوریم و نه توت میخوریم. توت خوردن و آب نوشیدن اونم با فلسفه است، ولی توجه نداریم. به زبان ساده هیچ کسی نیست که بدون فلسفه زندگی بکنه، اما بعضی از ما میدونیم که با چه فلسفه‌ای داریم زندگی میکنیم
بعضی هم داریم با فلسفه زندگی میکنیم ولی خبر نداریم. توجه میکنیم این مثل این مونه که همه انسان ها روی زمین از روز پیدایش آدم در اسطوره از اکسیژن استفاده میکردن، ولی همشون نمیدونستن که چیزی به نام اکسیژن وجود داره و ما داریم از اون استفاده میکنیم. ما این اواخر فهمیدیم که ما از اکسیژن داریم استفاده میکنیم. همه ما انسان ها داریم فلسفی زندگی میکنیم، منتها گاهی با فلسفه های ناآگاهانه، گاهی با فلسفه های آگاهانه. وقت عیب فلسفه های ناآگاهانه اینه که چون ناآگاهانه ممکنه سرشار از خطا هم باشن و ما داریم زندگی سرشار با خطا میکنیم، چون با یه فلسفه معیوب، با یه فلسفه ای که تناقض درش وجود داره، با یه فلسفه ای که به عمق هستی راه نبرده داریم زندگی میکنیم. آگاهانه فیلسوفانه زندگی کردن حسش اینه که لااقل آدم توجه داره که دارم با چه فلسفه‌ای زندگی میکنم. و من واقعا این جمله ارسطو که در این کتاب البته حضور ندارن جناب ارسطو، خیلی موافقت دارم که آن که فلسفه میبرزد که فلسفه میبرزد، و آن که خلاف فلسفه ورزی سخن میگم اونم داره فلسفه میبرزد، چون اونم که خلاف فلسفه حرف میزنه اونم داره بر اساس یه فلسفه دیگری خلاف این فلسفه سخن میگه. من امیدوارم که دوستان این کتاب رو بهش توجه بکنن، اما بیشتر برای نکته چهارمش که پی ببریم که ما داریم با فلسفه زندگی میکنیم، منتها گاهی فلسفه های ناآگاهانه و طبعا معیوب، طبعا دست و پا شکسته، طبعا ناسازگار و نامتلائم بدون سازگاری درونی، و اگر این آگاهانه بودن اون فلسفه که باش زندگی میکنیم رو پیجوش بشیم، چه بسا زندگی های خیلی بهتری بکنیم. خب این غیر از محتوای کتاب. محتوای کتاب رو باید بخونید تا ازش چیزی یاد بگیرید، ولی این چهار تا ویژگی فکر میکنم ویژگی هاییست که شما هم بعد از خوندن کتاب معترف میشید به اینکه در این کتاب وجود داره. به هر حال من هم از واینر خیلی سپاسگزارم که اینقدر خوب فلسفه رو به زندگی ما راه داده و معترفمون کرده که ما با فلسفه داریم زندگی میکنیم، و هم از خانم نیک رفعت که ترجمه بسیار خوبی از این اثر به دست دادن، و هم از نشر گمان که به این خوبی اثر رو منتشر کردن. امیدوارم که دوستان از این کتاب هم استفاده بکنن، از جمله کتاب‌های خوبی که در این سال بود.